سلام رفقا، من امینم، به کانال یوتیوبم خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میرم سراغ دومین قسمت از بیلد هک های ماینکرافت، یا حالا اون نکات و ترفندایی که بهتون کمک میکنن توی سازه هاتون یه سری چیزای خوشگل بسازید یا بهشون اضافه کنید. اگر دوست دارید این تبدیل به یه سری بشه و بیشتر برم سراغش و هی قسمت های مختلفش رو ادامه بدم، تو قسمت کامنت ها بهم بگید. بریم سراغ دومین قسمت. ساده ترین راه برای ساختن حفاظ برای حیوونا استفاده از ترپ دوره. میتونید اونا رو دور تا دور زمین بذارید و بعد بازشون کنید. حالا میشه یه حیوون رو با استفاده از غذا برداشت و ورد توش. خیالتونم راحت باشه که حیوونا دیگه از توش در نمیان و خودتون میتونید بپرید تو و در بیایید. آسانسورای قدیمی رو فراموش کنید. میشه با استفاده از بلاک عسل نسل جدید آسانسورا رو ساخت که نه فقط از داخل بلکه از بیرون هم کار میکنه. برای این کار کافیه دو طرف مسیر آب رو با استفاده از بلاک‌های عسل ببندید. وسط هم که دیگه همه میدونید باید کفه سلسند باشه و تو هر بلاک آب قرار گرفته باشه تا جریان به سمت بالا باشه. حالا کافیه بچسبید به گوشه بلاک عسل تا باهاش بالا برید و برسید به طبقه مورد نظرتون. پایین اومدن ازش هم راحت و فقط کافیه بچسبید به بلاک عسل تا برسید به زمین. برای اینکه نور مخفی تو محیط داشته باشید میتونید آرمور استند و تورچ رو ترکیب کنید. کافیه رو تورچ آرمور استند رو بذارید و بعد با آرمور بپوشونیدش. اینطوری کسی منبع نور رو نمیبینه اما محیط کاملا روشن میشه. سر اژدها کجا به درد میخوره؟ تقریبا هیچ جا. ولی خب یه راه حل باحال برای ساختن یه آواژور خوشگل کنار تختتون وجود داره. کافیه یه آیتم فریم بذارید روی بلاک، بعد سر اژدها رو بذارید روش. اینطوری صاف و رو به بالا وای میسته. حالا یه تورچ بذارید رو همون بلاک. انگار از تو دهن اژدها داره آتیش میزنه بیرون. اگر دارید اسکله یا کلبه‌ای میسازید که روی آب قرار گرفته، همیشه ستون‌هایی که تو آب هستن رو با چوبی که رنگش تیره تره بسازید. اینطوری انگار اون چوبا خیس شدن و ظاهر سازتون خیلی جالب و واقعی‌تر میشه. یه راه حل ساده برای تغییر تکسچر فنس ها اینی که با استفاده از لید یه اکسلاتل رو ببندید بهشون. حالا کافیه با استفاده از سطل آب اکسلاتل رو بردارید و همونطور که میبینید لید از فنس جدا نمیشه و همونجا باقی میمونه. این قضیه میتونه ظاهر اسکله هایی که با استفاده از فنس میسازید رو خیلی خوشگل تر کنه. تو ویدیوی قبلی یه راه ساده برای خوشگل‌تر کردن غذاهایی که روی کمپ‌فایر مشغول پختنشون هستید رو نشونتون داده بودم. اگر ندیدید که بعد از این یکی حتما برید سراغش. حالا یه راه جدید هم هست. کافیه یه چوب استریپ شده بردارید و بذارید رو کمپ‌فایر. دو طرفش رو آرمور استند بذارید و بعد با استفاده از پیستون دو تا لایتنینگ راد رو هول بدید کنارش. حالا یه تیکه گوشت بزرگ دارید که داره روی آتش می‌پزه. چطوری میشه یه فارم متفاوت تو ماینکرافت ساخت؟ کافیه دیلایت سنسور رو بذارید کف زمین. روش آرمور استن بذارید و بعد روی اون یه کلاه لاک پشت. حالا وقتی درت رو بذارید روی زمین انگار یه فارم جدید دارید. فارمی که شبیه کاهوه. استخری که تو خونتون دارید رو چطوری میشه خوشگل تر کرد؟ خب کافیه یه سری ترپدور بردارید و بعد روشون رو با کارپت بپوشونید. تازه میتونید از برف برای جای سر هم استفاده کنید. ساختن گیاهای جدید تو ماینکرافت خیلی جذابه. گلوبری ها هم واقعا خوشگلن و شما میتونید خیلی راحت باشون یه ترکیب جدید بسازید. کافیه یه گلدون و بامبو داشته باشید. بعد بالاش رو گلوبری بذارید و چون گلوبری ها محدودیتی تو رشد کردن ندارن، گیاهتون میتونه خیلی بلند و جوندار باشه. اون آرموری که خیلی دوستش دارید رو همینطوری ول نکنید به امون خدا. بذاریدش توی کیس شیشه ای خوشگل. چطوری؟ کافیه پشت آرمور استندتون دیوار باشه. حالا جلو شیشه بذارید و بعد با پیستون شیشه رو هول بدید سمت آرمور استندتون. این دوتا با هم ترکیب میشن و یک کیس شیشه‌ای خوشگل برای آرمورتون میسازن. استفاده از پله میتونه مسیر آب شما رو خیلی خوشگلتر و واقعیتر کنه. اینطوری انگار یه جوب آب کوچولو دارید که نمیتونید توش بیفتید و راحت از روش رد میشید. قابلیت واترلا کردن پله خیلی جاها به درد میخوره که خب این فقط یکیشه. دنبال یه سری شمع با ارتفاع بلندتر میگردید، خب میتونید از انرادا استفاده کنید. اینطوری یه دکور جدید و جذاب دارید که کسی تا به حال ندیده. ترکیب آیتم فریم با یه کلاه چرمی رنگی زیر تخت خوابتون باعث میشه بالش داشته باشید.
سالهاست که تخت رو توی ماینکرافت دارید. اما خب خبری از بالش نیست. اینطوری میتونیم آستین بالا بزنیم و حداقل دلمون خوش باشه، شما راحت میخوابید. اگر درختاتون میوه ندارن از این بابت ناراحتی دیگه غصه نخورید. میتونید با استفاده از گلدون و یک گیاه داخلش برای درختتون کلی سیب درست کنید که از نزدیک شاید رخ خوبی نداشته باشه، اما از دور عالیه. متاسفانه تو ماینکرافت تجهیزات درست حسابی برای ساختن وسایل آشپزخونه نداریم. باید چیکار کنیم؟ بریم سراغ بلاک و آیتم های فعلی. میتونید یه کمپایر رو بذارید زیر اسموکر. حالا با آیتم فریم واسه شیشه و یه غذای در حال پخت بسازید. ساده است ولی کارو راه میندازه. ساده ترین راه برای طبیعی تر کردن جایی که مرغ و خروس ها رو نگه میدارید چیه؟ خب برید سراغ یه چارچوب ساده با تراپ دورها. توش آب بذارید و روش رو با یه اسلب و آیتم فریم و تخم لاک پوش یا تخم مرغ بپوشونید. حالا میتونید از هورن کورالفن به عنوان یه لونه مناسب برای مرغتون استفاده کنید. چی از این بهتر؟ تو نگاه اول انویل هیچ استفاده‌ای تو دکوراسیون خونه نمیتونه داشته باشه، اما طی سالهای اخیر خلاف این جریان ثابت شده. حالا شما میتونید از انویل برای ساختن کف زمین استفاده کنید. طرحی که بهتون میده واقعا جذاب و باحال و حسابی به درد محیطای صنعتی میخوره. استفاده از ترکیبای جدید که ضرر نداره. برای مثال میتونید جای استفاده از صندوقای معمولی برید سراغ ماینکارت هایی که توشون صندوق هست. رو هم دیگه سوارشون کنید و دورشون رو با استفاده از تراپ دور بپوشونید. اینطوری یه استوریج متفاوت دارید که یه جورایی شبیه کمد هم هست. اگر دوست دارید زامبیا درس عبرت بگیرن و دیگه نزدیک خونتون نشن، میتونید از این طرح روی زمین استفاده کنید. فقط چند تا کارپت میخواید، یه سر زامبی و یه ردستون. برای اسکلتون دنبال یه طرح خفن میگردید؟ خب با استفاده از یه تراپ دور میتونید قایق رو روی هوا نگه دارید. حالا یه زنجیرکشی درست حسابی باعث میشه جرثقیلی داشته باشید که قایقتون رو روی هوا نگه داشته و کافی تراپ دور رو باز کنید تا آماده سوار شدن و رفتن باشه. دوست دارید کاری کنید که دوستاتون از نزدیک شدن به اسکله خونتون بترسن؟ خب با استفاده از زنجیر و بلاک مس و لایتنینگ راد این کار خیلی ساده است. کافیه یه مین دریایی مربوط به جنگ جهانی بسازید و اون رو زیر آب کنار اسکلتون نگه دارید. از ارزشمندترین کتابی که دارید حالا میخواد هر چیزی که باشه، چطوری محافظت میکنید؟ بیاید واسش یه کیس شیشه‌ای بسازید. یه سری تراپ دور لازم دارید و شیشه رنگی. اینطوری انگار دارید توی محفظه شیشه‌ای نگهش میدارید که میتونه برای دوستاتون جالب و بامزه باشه. با استفاده از شمع‌کار یه خلاقانه زیادی میشه انجام داد. از ساقه یا تنه یه درخت کوچولو گرفته تا قطره‌های بارونی که دارن از ابر میبارن. تو ویدیوی قبلی هم که در مورد نوع جدید درخت و گیاهایی که با استفاده ازشون میشه ساخت صحبت کردم. حالا دیگه انتخاب با خودتونه. اگر دوست دارید محیط خونه یا اتاقتون رو با یه سری پارتیکل جذاب‌تر کنید، بهتون پیشنهاد می‌کنم برید سراغ بلاک کراینگ آبسیدیان. از این بلاک یه سری قطره‌های بنفش می‌ریزه که از ترپدورها هم رد میشن. میتونید بذاریدشون رو سقف و بعد بپوشونیدشون تا یه افکت خوشگل و جذاب توی خونه‌تون داشته باشید. با آیتم فریم‌های نامری تو ماینکرافت میشه خیلی کارا انجام داد. این آیتمی محسوب میشه که خیلی از مپسازها میرن سراغش و ازش استفاده می‌کنن. دستور گرفتنش رو تو دیسکریپشن میذارم، اما منتظر ویدیو یا آموزش کامنت های به درد بخور باشید، چون یاد میگیرید چطوری کلی کار خفن بکنید یا آیتم های جالبی بسازید که تو حالت عادی ممکن نیستن. برای سالیان سال ماینکرافت بازها از فنس برای ساختن دروازه های بزرگ استفاده میکردن. خب تمام این سالها در اشتباه بودیم و به نظر میرسه لکترن ها خیلی گزینه بهتری محسوب میشن. کافی اونها رو روی هم بچینید و بعد از دور بهش نگاه کنید. مطمئنم لذت میبرید. پل‌هایی که با استفاده از تناب ساخته میشن واقعا جذابن. خب چطوری بیاریمشون توی ماینکرافت؟ با استفاده از لایتنینگ رادها و اسلب. اینطوری میتونید یه پل متفاوت و خفن داشته باشید و از طرفی بالاخره مس‌هاتون هم به یه دردی میخورن. ترکیب لکترن و آیتم فریم هم جالب از آب در میاد. اینطوری انگار مثل زمانهای قدیم پایه مخصوص برای نگه داشتن مشعل روی دیوارتون دارید. مبل‌های ماینکرافتی راحت به نظر میرسن ولی کوسن ندارن. اینجاست که بنرها به دادمون میرسن. کافیه بذاریدشون زیر پله‌هاتون تا ازشون بیرون بزنن. حالا مبلتون کوسن هم داره. فقط حیف که واقعا نمیشه ازشون استفاده کرد.
تو دنیای دکوراسیون ماینکرافت حتی میشه از سنگ ردستون هم استفاده کرد. کافیه بذاریدش لای دیوارتون و بعد روش واین بذارید. اینطوری انگار بری هاتون روی دیوارم رشد کرده. گذاشتن چند تا بوته بری کنارش محیط رو واقعی و خوشگل‌تر هم میکنه. راستی همین ترفند هل دادن شیشه با استفاده از پیستون میتونه یه قفس برای یه توتیتون بسازه. خیالتون هم راحت باشه که چیزیش نمیشه و هر وقت خواستید میتونید از اون تو درش بیارید. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. تا هفته ی آینده، خداحافظ.